این کهکشان راه شیریه. همونطوری که در نور مادون قرمز میبینین، تمام این نقاط ستاره هستن. چند تا ستاره، چه تعداد دنیای دیگه، چند روش مختلف برای زندگی و حیات. ما در کجای این تصویریم؟ آیا بازوی بیرونی رو میبینین؟ اونجا جاییه که ما زندگی میکنیم، در فاصله در حدود 30,000 سال نوری از مرکز کهکشان راه شیری. خط بعدی آدرس کیهانی ماست. الان 100,000 سال نوری از خونه فاصله داریم. نور که سریع ترین چیزیه که وجود داره، این مدت طول میکشه تا از زمین به ما برسه. این کهکشان بزرگ مارپیچی آندرومداست. کهکشان همسایه ما، دو کهکشان عظیم و یه چند تایی کهکشان کوچیکتر رو گروه محلی مینامند. از اینجا حتی نمیتونیم کهکشانمون رو پیدا کنیم. کهکشان ما فقط یکی از هزاران کهکشان در ابرخوشه سنبله است. در این مقیاس همه ی اجرامی که میبینیم از جمله کوچکترین نقاط کهکشان هستند. هر کهکشانی میلیاردها ستاره رو در دل خودش جای داده و بیشمار دنیای دیگه. با همه ی این احوال کل ابرخوشه سنبله هم فقط بخش کوچکی از عالم ما رو تشکیل میده. این عالم ماست. در بزرگترین مقیاسی که میشناسیم، شبکه‌ای از 100 میلیارد کهکشان، این آخرین خط در نشانی کیهانی ماست. فعلا جهان قابل مشاهده. معنی این جمله چیه؟ حتی برای مایی که سوار بر سفینه خیالمون هستیم، حدی برای دیدن دوردست‌ها در فضا زمان وجود داره. این حد افق عالمه. در فراسوی این افق بخش‌هایی از جهان وجود داره که اونقدر از ما دورن که در تاریخ 13.8 میلیارد ساله جهان زمان کافی برای رسیدن نور اونها به ما وجود نداشته. بسیاری از ما مرددیم که همه جهانها، ستاره‌ها، کهکشان‌ها و همه آن چیزهایی که قادر به دیدنشان هستیم فقط حباب کوچکی در اقیانوس بی انتهایی از عالم‌های دیگر باشد. یک چند کیهانی، جهانی بر جهانی دیگر، دنیاهایی بی پایان.